سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. برگشتم بعد یه مدت طولانی به خاطر اینکه اصلا خودم خوب جلوی تلویزیون آخه تلویزیون جلوی گوشی و دوربین نمی اومدم به خاطر اینکه یه تایم طولانی مریض بودم و یه سری مشکلات اینجوری داشتم و حجم کارهام خیلی زیاد بود. ورکشاپ داشتم، بعد دیگه اینکه مریضداری میکردم، خودم مریض بودم، بعد ورکشاپ داشتن، دو تا تحلیل پروژه داشتم، به خاطر همین اصلا خیلی سنگین شده بود این تایم. و برنامه ریزی برای ورکشاپ جذاب، یه ورکشاپ خیلی جذاب دارم توی بوشهر، به خاطر همینم هم خیلی اصلا فرصت نمیکردم، یعنی اصلا فرصت نمیکردم خیلی که چه ارز کنم، اصلا فرصت نمیکردم که بیام خودم جلوی دوربین و اینجوری بودم که بذار حالا یه ویدیو آموزشی بگیرم و سرفهمش رو با همین هم بیارم. یه چیز آموزشی اکثرانه رو همین مدت گذاشتم. خلاصه امروز اومدم میخوام درباره بازار کار بهتون یه چیزی بگم. این که 5 تا نکته نوشتم، 5 تا نکته درباره این که اگر خواستین وارد بازار کار بشین قبلش اینا رو بدونین که کمک کنه شما با آگاهی بیشتری وارد بازار کار بشین و ضربه نخورین. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببین، اولیش اینه که شما باید قبل از اینکه وارد بازار کار میشین یه تعریف مشخص بر خودتون داشته باشین. اینجوری نباشه که وقتی مثلا رفتین وارد بازار کار شدین بعد بگین خب حالا من از کی قیمت بگیرم، حالا بذار برم از اون قیمت بگیرم، بذار برم از اون قیمت بگیرم. اینجوری نباشه، اصلا اینجوری نباشه. قبلش برای خودتون یه سری تعریف مشخص داشته باشین. تعرفه ها رو شما میتونین از سایت انجمن هنرهای تجسمی یا انجمن تصویرگران یا انجمن گرافیک ایران سرچ کنین، توی گوگل میاد تعرفه ها. خب ولی تعرفه های توی بازار واقعیتش اینه که هر چیزی که شما میبینین نصفش کنین، قشنگ نصفش کنین، نصف به پایین هستش تعرفه ها، به خصوص که اگر ابتدای راه باشین قشنگ نصف کنین به پایین، اصلا بیایم پایین تر، بیایم پایین تر. پس تعریفه مشخص داشته باشین برای خودتون. حالا چرا میگم تعریفه مشخص داشته باشین؟ به خاطر اینکه یه وقتی هست یه کارفرما میاد به شما یه سفارش کار میده. خب امیدوارم این خیلی به این نخوره و دین 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 نکنه. یه وقتی هست یه کارفرمایی میاد به شما یه سفارش کار میده، بعد مثلا شما بهش یه قیمت میگین. خب بعد یه کارفرمایی دیگه هم میاد به شما یه سفارش کار دیگه مثلا مشابه همونو میخواد بده و شما یه قیمت دیگه میگین. خب این باعث میشه که شما اگر دو تا قیمت متفاوت بدیم و یک تعرفه مشخص بر خودتون نداشته باشین، باعث میشه که به هر حال کارفرماها با هم در ارتباطن دیگه. بعد مثلا میگن که مثلا فلان طراح برای فریم به من اینقدر گفته، مثلا میگه فلان طراح برای فریم به من اینقدر گفته. بعد اگر این اختلاف زیاد باشه و یک تعرفه مشخص نداشته باشین، یه حال مثلا اینجوری نسبت به شما پیدا میکنن که چرا این اینجوری داره میکنه، چرا اصلا یه رقم درستی نمیگه، و حس خوبی نسبت به این کار شما نمیگیرن. پس حتما حتما یک تعریف مشخص داشته باشین. حالا مورد دوم که مهمم هست، اینکه حتما قرارداد ببندیم. بچه ها یه قرارداد آماده داشته باشین. حالا اون قرارداد آماده هرم دوباره از تو همون سایت انجمن هنرهای تجسمی ایران یا انجمن گرافیک ایران سرچ کنین، براتون نمونه قرارداد میاره. بچه ها حتما 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 یه نمونه قرارداد داشته باشین که وقتی میخواین وارد بازار کار بشین، شکل حرفه اینه که شما برای کارتون قرارداد ببندین. حتما 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 قرارداد رو داشته باشین قبل از اینکه بخواین وارد بازار کار بشین. سومیش اینه که چی نمیشه؟ آها، سومیش اینه که حواستون باشه بدون پیش پرداخت
هیچ کاری انجام ندی. هیچ پروژه‌ای، میخواد آشنا باشه، میخواد دوست باشه، میخواد آقا همسرت باشه، پارتنرت باشه، بدون پیش پرداخت هیچ کاری رو استارت نمیزنی، هیچی رو، هیچی. بعد اینکه حواستون هم باشه، تا وقتی که این رو هم بدونین، تا وقتی که با شما تسویه نشده فایل اصلی رو تحویل ندین بچه ها. این اشتباهیه که خیلی از طراحا انجام میدن، فایل رو تحویل میدن بعد تسویهشون رو دیر انجام میدن، پولشون رو دیر میریزن، اذیت میکنن، پول رو نمیدن، هزار تا بازی سر طراح در میارن. پس حواستون باشه، خیلی خیلی مهمه که تا زمانی که تسویهتون انجام نشده اون فایل اصلیه رو ارسال نکنید. مورد چهارم اینکه حتما حتما کار دیجیتال رو یاد بگیرین بچه‌ها و بعد وارد بازار کار بشین. یعنی با کار دستی وارد بازار کار نشین، به نظر من فایده نداره، مگر اینکه مثلا یه سری کارهای خاص رو بخواین انجام بدین. مثلا میخواین چاپ روی پارچه انجام بدین، چاپ روی لباس انجام بدین، یا نقاشی روی لباس انجام بدین. اگر که وارد این جور حیطه‌های کاری می‌خواید بشین اشکالی نداره، ولی تا وقتی که کار دیجیتال رو یاد نگرفتین وارد مبحث کاراکتر سازی نشین، چون اصلا هیچ جایی نخواهید داشت. کار زمانی ارزش پیدا می‌کنه که بُعد دیجیتالیش بیاد وسط و شما یک کار و یک فایل دیجیتالی تحویل بدین. شما وقتی که کار دیجیتال رو هم یاد می‌گیرین، بعدها که میخواین حالا مثلا دورکاری فریلنسی با کشورهای دیگه، با جاهای دیگه کار کنین، خیلی راحت اون فایلتون رو ارسال میکنین و با شما کار میکنن. ولی وقتی کار شما دستی باشه دیگه با شما نمیشه کار کرد و شما باید اون کار اصلیتون رو ارسال کنین و خود همین پروسش هزینه بردار میشه. پس اصلا 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 با کار دستی به نظر من وارد بازار کار نشین، مگر اینکه مثلا یه هدف مشخصی داشته باشین. آخرین مورد و آخرین مورد اینه که روحیه انعطاف پذیری خودتون رو تا اینجا از کادر بزنه بیرون. انقدر روحیه انعطاف پذیری خودتون رو قبل از شروع به کار و وارد بازار کار شدن ببرین بالا. اگر این کار رو انجام ندین باعث میشه که وقتی وارد بازار کار میشین تا یک نفر ازتون انتقاد کنه و یا مثلا یک نفر بگه که اینجای کار رو تغییر بده، ناراحت بشین، بهتون بر بخوره، قهر کنین، پروژه رو کنسلش کنین. اگر روحیه انعطاف پذیری رو تا اینجا نبرین بالا باعث میشه که با شکست مواجه بشین و باعث میشه که پروژه که میتونست براتون یه سابقه یه کاری حساب بشه رو به کل از دست بدین. پس حواستون باشه که حتما حتما روحیه انعطاف پذیریتون، روحیه کار گروهی انجام دادنتون رو قبل از اینکه وارد بازار کار بشین ببرین بالا. اینا مواردی بود که به نظر من اگر بدونین آسیب کمتری میبینین وقتی وارد بازار کار میشین، یا وقتی وارد بازار کار میخواین بشین با یک دید واقع بینانه تر وارد بازار کار میشین. دیگه اینجوری نیستین که بگین حالا من رفتم داخل بازار کار، نمیدونم الان باید به کارفرما چی بگم، نمیدونم چه کار کنم. این اتفاقا خیلی کم میشه دیگه. تا ویدئوهای بعدی.